به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون اسلام. دوستان نهایت گرامی، به برنامه آیین زندگی خوش آمدید. خداوند بزرگ سپاس میگم که یک بار دیگر توفیق داد تا از طریق این برنامه مهمان خانه های شما عزیزان باشیم. دوستان گرامی، در برنامه امروز آیین زندگی استاد سید عبدالله خلیق مهمان برنامه ما هستند و امروز انشاءالله که جناب استاد به سوالات شما دوستان عزیزی که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه سوال خود به برنامه فرستاده بودین پاسخ میدن. به امید از اینکه شما تا پایان برنامه ما را همراهی کنین. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش اومدین به برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خوش باشین. تشکر. ممنون از شما جناب استاد. لیستی از سوالات بینندگان عزیز داریم که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه به ما پیام فرستادن و سوال خود را مطرح کردن. یک سوال داریم جناب استاد. در بعضی اینجا ها میرین میبینین که سخنرانی میشه و این سخنرانی باعث میشه که از نماز جماعت انسان ها نماز جماعت اینا ترک بشه. کسایی که در امو مجلس حضور دارن، مثلا در محفل عروسی دارین یا مثلا در مراسم جنازه دارین، میبینین که جنازه بسیار با زمانی که مشخص کردن به جنازه به خاطر این سخنرانی میبینین که نماز جنازه به تاخیر میشه. آیا این سخنرانی ها چگونه است جناب استاد که مانع جماعت میشه یا باعث تاخیر نماز میشه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله الحكيم في محكم كتابه: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. اللهم تعالى شاكر وسپاسگزاریم که بار دیگر توفیق داد تا لحظات در خدمت دین الله قرار بگیریم. امیدواریم که برای همه ما گوینده و شنونده الله تبارک و تعالی بهترین کلمات را برای ما یاد بده و از بهترین کلمات پیروی بکنیم و الله در میزان حسنات ما قرار بده. آیه مبارکه که تلاوت کردم، الله میفرماید که و اوفو بالعهد، شما با عهدی که با یک دیگر خود بسته میکنین، عهد مشروعی که هست، یعنی از نظر شرعی کدام ممانعت نداره، به او عهد وفا بکنین. چرا که از این عهد شما سوال کرده میشین در روز قیامت. متاسفانه طوری که شما اشاره کردین و این دوست عزیز ما که سوال کردن، سوال بسیار زیباییه، خصوص در مسائل جنازه. در جنازه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که به حضرت علی رضی الله عنه فرمودن که در سه چیز تأخیر نکن. یکی از اونها میفرمایند نماز، نماز که وقت از اون میرسه دیگه تأخیر نکن. نماز رو نگذار که باشه برنامه ما خلاص شه، باز نماز رو بخونم، باشه برم بازار سودا بگیرم، باز نماز میخونم. نه، یک چی مشهور، مقوله مشهور مردم میگن به نماز نگو وقت کاره، ولی به کار بگو وقت نمازه. پس معنا اینه که به نماز باید اهمیت قائل بشیم و در اول وقت از اون خصوص یا در جماعت که در هر لحظه که هست انشاءالله پایبندی داشته باشیم. یکی دیگر میفرماید نماز جنازه وقتی که حاضر شد در او تأخیر نشه. به این معنا که جنازه اولا که بعضی از دوستان متاسفانه رو با تأخیر میخوانند. عنوان مثال، امروز اگر شخص فوت میشه، چه خوبه که از این لحظه برای قبر از او آمادگی ها گرفته بشه، برای کندن قبر از او، برای دفن از او، کفنی که لازم داره، با اسرع وقت باید جنازه دفن بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که یعنی میت مسلمان از دو حال خالی نیه، یا مستریحه یا مستراح منه. یا حالت از بسیار انسان نیکیه که با فوت خود، با بردن از این خانه در واقع برزخ که مقبر باشه، از شر بدی انسانهایی راحت میشه. پس نمیتونه انسان نیکی هر چیزی تر از شر همی بدی دنیا راحت بشه و به خانه قبر خود برده بشه، یقینا که به نفع ازو هست، هر چیز زودتر باید بره. یا برعکس، خدای نکرده یعنی میت مستراح منه، به این معنا که انسان خدای نکرده بدی بوده، انسان خدای نکرده بی نمازی بوده، انسان شراب خوری بوده، حرام خوری بوده، که از شومی اعمال او دیگران راحت میشن. پس از میتر انسانی که در جامعه متاسفانه انسان بدی بوده، هر چیز زودتر ای دفن بشه تا دیگران از این راحت بشن. و سوم میفرمایند زن بیوهی که خواهان شوهر باشه و به او کفر پیدا شد، او معطل نکنن، این سکار تأخیر نشه. حال با هر دلیلی که جنازه ها متاسفانه خود امو در واقع ولی میت او تأخیر مندازه ساعت ها یا یک ساعت یا بیشتر یا ده ساعت، گاهی متاسفانه
یک روز متاسفانه به تأخیر میفته که از نظر شرعی خوب کاری نیه. وقتی که تعیین میشه که نماز جنازه مثلا به ساعت 2، ساعت 4، ساعت 3 خوانده میشه، یقینا برای هیچ کس دیگه باز لازم نیه که اونجا سخنرانی ها کرده بشه و باز انمی وقت نماز جنازه به تأخیر بندازن. معمولا مردم توان گوش گرفتن هم خلی ندارن و مقوله هست یا حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم که می فرمایم کفا بالموت واعظا. وقتی که ما این میت رو به جلو روخو میبینیم، در واقع این میت برای ما واعظ میکنه، یعنی این میت برای ما میفهمونه، این میت با زبان حال با ما صحبت میکنه، میگه ای انسان ها بدانین من هم خبر نداشتم که میمرم اما مردم، شما هم همینطور بی خبر میرید، من هم چیزی با خود نبردم شما هم نمیبرید، من هم ورثه که به تعقیب ما آمده تا لب قبر با من میایه دیگه بیشتر نمیایه، شما متوجه باشید ورثه شما تا سر قبر بیشتر نمیایه. پس این میت برای ما در واقع همه مسائل رو با زبان حال میگه. در محافل که ما داریم، در محافل چه ختم قرآن باشه، چه عروسی ها باشه، یا هر محفلی که باشه، سخنرانی هایی که تقریبا حالا بگیم مد شده، خوبه اگر در حد یعنی بسیار کوتاه 5 دقیقه یا در حد یک تذکر باشه و مردم هم آمادگی گوش گرفتن از او داشته باشن، به حد بسیار اختصار خوبه. اما در یک محفل عروسی یا در یک مثلا ختم قرآن 3-4 نفر اینج سخنرانی کردن و نعتیه خواندن، وقت مردم ضایع کردن، در پاکت هم بعضی معمولا نوشته که مثلا نان ساعت 12 توزیع میشه، اما میبینین 12 میفته به ساعت 1 و یا بیشتر از اون. گاهی بعضی دوستان میگن که نان رو ساعت 2 بیجه مثلا میارن، خصوص از طرف ظهر این مشکل زیاده. من توصیه برای دوستان و عزیزایی هست، علمی برادر که شما دعوت کردین به این ختم قرآن یا عروسی، به این محفل و این به قدم اول نماز جماعت از این در واقع فوت شد. ساعت 1 در تمام مساجد شهر ایرات ما و شما معمولا در اکثریت یا همه بگیم نماز جماعت ظهر برپا میشه. خوی دوستا و برادرا با کجا به نماز جماعت برن؟ یعنی صاحب محفل مال خودم داده، در واقع سبب شده تا مردم از جماعت باقی بمانند. و جماعت هم خویا که از سنت های مؤکده از رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشن که نماز جماعت بر نماز تنهایی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرمان 25 برابر تا 27 برابر درجه و فضیلت و ثواب داره. چه خوب همی دوستای عزیز، واقعا وقتی که مهمان ها از اینا میان یا نمیان، بعضی تا بهانه میکنن مگر هنوز مهمان ها نیامده، مگر این مهمان هایی که هنوز آمدن و تشریف آوردن اینا مهمان نیا که بعد متأخرین بیاین. و اگر ما 1-2 مرتبه نان رو به همون رأس ساعتی که تعیین کردیم، حالا با 5-10 دقیقه تأخیر اگر باشه، ما توضیح کنیم، در آینده یقینا دوستای دیگه هم که دیر میآیند، اگرچه به نحو اینا ملامت نیان چون میبینن ساعتها باید انتظار کشید، انشالله در آینده اونا هم زودتر میان، کوشش بکنن با نان دادن خود سبب خیر بشن، نه که خدای نکرده سبب شر بشه. از طرف دیگه وقتی که نماز ظهر ادا میشه، جماعت ادا میشه، اکثر مردم میفهمن که از طرف صبح و از طرف بعد از ظهر وظیفه دارند، کارمند دولتند، کارمند اداراتند، معلمند، باید به سر وظیفه برند. هر چی تأخیر در وظیفه اینها میآید، مثل اینکه اگرچه خود از اینها هم مقصرند، اما صاحب محفل مقصر بیشتر و همه مردم ما متاسفانه از این حالت رنج میبرند، چی صاحب محفل و چی مدعوین یا مهمانان. ما امیدوارم که انشاءالله دوستای عزیزی هم که در محافل سخنرانی میکنن، من فکر میکنم این محافل جای سخنرانی نیه. گاهی که دیده میشه ممکن اکثریت یا حدود 90-95% مردم با هم صحبت میکنن. خودم اگر چی ظاهرا از من اگر چی بارها گاهی خواسته شده که تو بیا صحبت کن، اما در محافل من صحبت نمیکنم. علت اینه دوست دارم با یک دیگر صحبت بکنیم. گاهی میشه این کسانی که دعوت شدن 2-3 ماه 1 سال میشه یک دیگر خود ندیدن، دوستان نو به هم میرسن. خب بسیار خوبه که اینا به سر اون میز که نشستن با هم صحبت بکنن، یاد و خاطره های گذشته داشته باشن. همین یک کار نیکه، از یک طرف صحبت میشه که به صحبت متوجه نیان، اگر توجه داشته باشن اینجا یعنی دوست صمیمی که بعد از 1-2 سال 2 ماه 3 ماه دیده در واقع از دست میره. خب اگر دوستا صحبت میکنن در حد بسیار اختصار 5-10 دقیقه تا ایتر نباشه که خدای نکرده باز
نموی ثواب جماعت بیستو از دست بدن و اینا سبب باشن که مانع همین خیر رو بزرگ شده باشن. بعضی فکر میکنن که نعت خوندن ما یا سخنرانی ما یا حتی تلاوت قرآن ما در همچو شرایط ثواب داره. یقینا که نداره، چون بزرگترین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که جماعت باشه او از دست میره. و اگر از طرف شب هم باشه، خب شبهای یقینا یکی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که بعد از نماز خفتن دگو مبارک دگه صحبت نمی کردن بلکه استراحت می کردن. در این شبهای کوتاه خصوصا هرچی ما بیشتر بشینه یقینا که از طرف صبح متاسفانه شاید به خواب بمونین یا نماز جماعت صبح ما یا حتی گاهی خدای نکرده نماز صبح ما فوت بشه. پس بهتره که انشالله وقت خود ضایع نکنین. وقت اگرچه بعضی میگن طلایه، اما وقت بهتر از طلایه. حتی وقت نمو زندگی موشمانه. وقت با انقدر ارزش داره که الله تبارک و تعالی با وقت قسم یاد کرده و وقت از دست رفته دیگه به دست نمیایه. از این اوقات ما الله تبارک و تعالی در روز قیامت از ما سوال میکنه. پس انشاءالله بهتره که همه دوستا، هم مهمانا و هم دعوتگرا و صاحبان محفل این موضوع مد نظر گرفته، انشاءالله با یک فضای بسیار خوب و آرام و مناسب کوشش بکنن که مانع نماز جماعت و کار اداری دوستای عزیز نشود. بله، متاسفانه جناب استاد در این مسائل مخصوصا محافل عروسی این مسئله به نوعی یک عرف شده که باید حتما یک سخنران داشته باشن. حالا ممکنه اکثریت این مسئله رو یا این سخنرانی رو به خاطر کسب ثواب انجام ندن، چون میگن روال نمیرقم و جامعه میرقم و باید حداقل یک سخنران و چند نفر بیا یک نفر بیا چند کلمه بگه، در حالی که خود اینا میفهمن که وقتی اون نفر بیا سخنرانی هم بکنه ممکنه چند میزی که نزدیک همون استیج باشه و صحبت ها رو گوش بکنه، اما اکثریت میبینی که مصروف صحبت کردن هستن. دقیقا همین نظر شما. حتی گاهی شده صاحب محفل که از یک عالم یا از یک برادر از کسی دعوت کرده که تو بیا صحبت کن، نعتی بخون، خود صاحب محفل هم بخورفته. اگر از این سوال هم شده چی صحبت کرد، به یاد قطعا نیست. صرف این موضوعی که شما اشاره کردیم بحث عرفه که در محفل فلانی فلان کس بیای صحبت بکنه. خود که برای یک عرف نمیشه که طبعا نه ای ثواب داره عرف ما و نه ای عرف بسیار نیکیه. به همین عرف خدای نکرده سبب بشه که ما یک وظیفه انجام دادن در واقع فرضه. به این معنی فرضه، یعنی این مأمور دولت ما، همین کارمند و همین معلم و همین استاد یا هر کس دیگه که هست، این در بدل کار خود معاش میگیره. ولی کار نکرده معاش میگیره. خب این معاش برای ازو حلال نمیشه. پس فرض که بعد این واجبی که بر ذمه از این ادا، یک فرض ازو ترک میشه، یک نماز جماعت ازو ترک میشه برای ازی که یک عرف به جا بشه. حال گاهی میشه انسان مجبور میشه، مجبور میشه از اون طرف صاحب محفل بسیار باعث نمیشه که تو صحبت کن. خیلی خوب حرکت کنه مو عالم مو برادر مو بزرگوار که حرکت میکنه، نعتی میخونه در حق 3-4 دقیقه انشالله هم مگر لیار بده لال به دست بیای و هم یار نرنجه. در همین حد باشه خوبه که انشالله مانع نماز جماعت نشه. انشالله. سوال دیگر داریم جناب استاد. یک خواهر پیام دادن که عادت ماهوارشان 6 روز بود اما یک دفعی این تغییر کرده به 8 روز. حالا مسئله نماز اگر روزه ای باشه مثل روزه به چی اساس اینا پیش ببرن؟ آیا به اساس 6 روز پیش ببرن یا 8 روز؟ ببینین عادت ماهوار که هست از نظر فقهای اسلام از 3 روز تا 10 روز امکان داره، خصوص در مذهب حنفی. یعنی اقل از 3 روزه و اکثر از 10 روزه. اگر یک خواهر مسلمان عادت ماهوار دید، یک روز دید یا 2 روز دید و عادت ماهوار از قطع شد و پاک شد، در واقع او عادت ماهوار نبوده، او به نام استحاضه است یا یک مریضی عادی که در همون 2 روز او باید نماز خورم میخوان، حالی که نخونده باید قضا بیاره، روزه هم طبعا اگر خورده باشه باید که قضا بیاره. اما اگر عادت ماهوار 3 روز شد تا 10 روز شد مشکل نداره و این عادت ماهواره. بعضی از خواهرها عادت مشخصه ای کردن، عادت ها متفاوته، عادت داریم که تغییر میکنه، عادت یک ثابت میشه، عادت یک انتقال میکنه از یک حالت به حالت دیگه. اینا یک 6 روز عادت از اینا بوده و ندرتا برای یک مرتبه یا بیشتر از این عادت 8 روز شده، یعنی اون 8 روز در واقع عادت ماهوار از اینا حساب میشه. اینج یک باریکی هست، اگر همین عادت از اینا تا 10 روز رسید مشکل نداره و همین 10 روز عادت ماهواره. اما اگر عادت زنا بود 6 روز و این مرتبه عادت زنا دیدن تقریبا 12 روز دیدن، 11 روز، 13 روز، یعنی بالاتر از 10 روز، باز از نظر فقه
یعنی مو 6 روز برای از اینا عادت مواره و اضافه ای که شده باز او استحاضه یا مریضی عدیه که بعد نماز آخر قضا بیارن. یعنی به این مسئله باید متوجه باشن. اگر از 10 روز بیشتر شد عادت اینا اعتبار داره، ولی اگر تا مدت 10 روز طول کشید یعنی هر چی که شد تا 10 روز عادت مواره محسوب میشه و نماز ها از اینا قضایی نداره. تشکر جناب استاد. سوال دیگری دارین بیندی مو پیام فرستن و گفتن که بعضی وسوسه های بعضان شیطان به دل انسان می اندازه، اما او وسوسه ها انسان عملی نمی کنه یا به زبان نمیاره، یا اگر وسوسه هایی باشه که اونها میشه اونها را عمل کرده عملی نمی کنه، آیا این وسوسه ها گناه محسوب میشه یا خیر؟ الله متعال در آیه از قرآن عظیم شان می فرمای و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. الله گفت هر آنچه که در نفسهای شما هست اگر او شما واضح کنین آشکارا کنین یا او پنهان کنین بپوشانین در نفس خود، الله شما رو محاسبه میکنه، یعنی مؤاخذه میکنه. این بر صحابه بسیار سخت آمد. گاهی میشه که انمی وسوسه ها اصلا به اختیار انسان نیه، بعضی الله تبارک و تعالی آیه مبارکه دیگر نازل میکنه، یعنی از این حالت عفو میکنه، میفرمایه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تبارک و تعالی ما مکلف به اندازه توان ما مکلف میکنه. یقینا که وسوسه هایی که گاهی در دل میفته که اگر انسان او اظهار بکنه کلمه کفره، ولی وسوسه در دل از افتاده شیطان برای از وسوسه میکنه، به این انشاءالله هیچ نوع مؤاخذی و گناهی برای انسان نیه تا زمانی که تلفظ نکنه. اما در این حالات یعنی مسلمان کوشش بکنه که یاد الله تبارک و تعالی بیشتر انجام بده، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تكرار بكونه، استغفر الله العظيم تكرار بكونه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اینا رو تکرار بکنه تا علمی وسوسه های شیطانی از او دور بشه. هر آنی که ما غافل بشین وسوسه های شیطانی بر ما هجوم میاره، هر آنی که ما یاد الله تبارک و تعالی رو انجام بدیم شیطان از ما فرار میکنه. پس این وسوسه ها گاهی میشه دلیل بر ای که ما ممکن به نحو خدای نکرده از یاد الله غافل بودیم و شیطان شروع کرده به فعالیت. پس انشاءالله فعالیت انسان با یاد الله متعال متوقف کنین و آنچه که از توان ما بیرونه وسوسه ای که در دل ما میفته الله تبارک و تعالی ما رو به اون مؤاخذه نمیکنه انشاءالله. و یک موضوع دیگه همینه که مثلا انسان به یک موضوعی دانش نداره، موضوع عقیدوی یا موضوع دینی دانش نداره، اما در اون قسمت شیطان انسان دوچار تردید میکنه، دوچار شک میکنه، میتونه یک راه حل هم ای باشه که انسان بره پیش یک عالمی و این شک خود برطرف بکنه و سوال خود پرسان بکنه تا خدای نکرده این وسوسه ها پیشرفت نکنه. یقینا برای الله متعال میفرمه که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما آن چه که نمیدانین و به شما پیش میآید این مسئله را نمو موجود از اهل دانش، آنهایی که میدانن از اینا سوال بکنین تا ای که الله تبارک و تعالی بر شما رحم بکنه و آن چه که نمیدانین برای شما علم از او حاصل بشه. یکی از راه های علاج میتونه همین باشه. دقیقا. سوال دیگر دارین؟ یک بیننده پیام فرستادن گفتن که به اندازه 21,000 افغانی طلا دارن در خانه و یک رسگو دارن به قیمت یا ارزش 70,000 افغانی، آیا اینها صاحب نصاب هستن و باید زکات بپردازن یا خیر؟ این مبلغ از طلا از اینا یا این اندازه از طلا از اینا و او یک رسگاوی که اینا دارن اینا به نصاب شامل نمیشه و اگر ما هر دو هم با هم یک جا کنیم طبعا به نصاب نمیرسه. از این نظر که طلا هم خود از او به ذات خود یک نصابیه و گاو هم که هست به ذات خود نصابی داره، ولی اگر پول نقد میدیشتن میتونیستیم اینا رو با هم مخلوط بکنیم. در این حالت برای از اینا به هیچ نوع زکات واجب نیه. چرا طلاها از اینا احتمالاً شاید مثلا 5 گرم طلا باشه، در حالی که نصاب طلا نصاب زکات از او تقریبا بین 85 گرمه، یعنی از 85 گرم یا عده اگر چولما 82 گرم میگن، یعنی از این هر چی کمتر باشه زکات نداره چون به نصاب نرسیده. و اگر کسی هم گاو هم داشته باشه خب طبعا تقریبا 5 تا گاو اگر داشته باشه نصاب میشه که بعد از این شامل زکات میشه. از اینا هیچ کدام به نصاب نمیرسه و هیچ کدام هم حتی نیمه ای از نصاب رو تکمیل نکرده. مثلا اگه اینا 100 رس گاو میدیشتن یا بالفرض 40 گرم طلا میدیشتن اینا رو با هم اگر ما مقایسه میکردیم یک نصاب تقریبا میشد، نصف نصاب از گاو نصف نصاب از طلا، در حالی که از اینا کم اینا هیچ کدام زکات نداره. پس منظور شما اینه که میشه دو جنس مختلف
با هم یک جا کنین، اگر به اصطلاح ارزش اینا نصاب بگرفت میشه که بله به این شکل میشه. مثلا کسی هست 40-42 گرام طلا داره و تقریبا 70 مثقال مثلا باز نقره داره، درست، برای از این زکات واجبه. چرا؟ نصف از نصاب نقره داره و نیمی هم از نصاب طلا داره. اینا وقتی که با هم جمع میشه یک نصاب کامل میشه، باید زکات مال خود ادا بکنه. اما از این خواهر یا برادر که هست هیچ کدام به نصاب نمیرسه. بله، تشکر جناب استاد. سوال دیگری دارین؟ یک برادر یا خواهر پیام فرستادن، گفتن که مادرشان در نماز سوره های قرآن درست نمیتونه تلفظ بکنه. این برادر گفتن که من زیاد تلاش کردم تا این مسئله حل بشه، اما متاسفانه این مسئله تا حال حل نشده. حالا نماز این مادر چگونه هست؟ ببینیم که ادا کردن حروف یا به اصطلاح تجویدی که ما میگیم که هر حرف باید از مخرج خود ادا بشه و صفات از او بری از او داده بشه در وقت تلاوت قرآن کریم، این فرضه. چون اگر ما تجوید را ادا نکنیم بسو از مسائل میشه که حتی گاهی منجر به فساد نماز ممکن برسه. قرآن عظیم الشان کتابیه که الله تبارک و تعالی بسیار آسان قرار داده. ولی گاهی ما تعجب میکنیم چگونه یک مسلمان تلفظ قرآن عظیم الشان را ولی بعد از مدت کوتاهی نمیتونه یاد بگیره. یقینا تلاش بکار داره، زحمت بکار داره، باید کمی زحمت بکشن و علاقه باشه. قرآن عظیم الشان سخت نیه. الله تبارک و تعالی میفرمایه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکه، یعنی ما قرآن را الله میگه ما آسان قرار دادیم. و دلیل بر این ما میبینیم که اطفال ما، شاید مو خواهر ما، مو مادر ما که تلاوت قرآن را صحیح انجام داده نمیتونن، شاید نواسی داشته باشن، طفلی داشته باشن 7-8 ساله یا کمتر از او، ولی بتونه قرآن عظیم الشان را صحیح و ان شاء الله او تلاوت بکنه. پس در این حالت تلاش و زحمت خود بکنن. اما اگر نشد، با واسطه اینکه اینا زحمت کشیدن، تلاش کردن، باز هم یاد نگرفتن، اینا انشاءالله ناراحت نباشن. الله تبارک و تعالی مزد و ثواب اینا حتما میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که قرآن عظیم الشان را تلاوت میکنه و به قرآن ماهره، مهارت داره، بسیار زیبا میخونه، با تجوید، با ترتیل میخونه، انمی انسان، انمی قاری یا تالی و انمی حافظ قرآن کریم با ملائکه های پروردگار هم نشین میشه. ملائکه هایی که در بین الله و پیامبران سفیر بودن، یعنی با اونا هم نشین میشه، با عالم اعلا. اما کسانی که قرآن عظیم الشان را تلاوت میکنن و قرآن کریم برای از اونا سخته، اونا لکنت زبان دارن، زبان از اونا در قرآن کریم یعنی به طور صحیح و سالم نمیتونه ادا بکنه، دوچار مشکل میشن، مشقت برای از اونا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله متعال برای از اینا دو اجر و پاداش میده، دو مزد الله برای از اینا میده، ولی دو مزد از اون مزد اولی بالاتر نیه بلکه کمتره. دو مزد از اینا به خاطر اینه که یک مزد و ثواب به واسطه تلاوت قرآن الله برای از اینا میده، یک مزد و ثواب به واسطه اینکه اینا زحمت میکشن، تلاش میکنن. پس توصیه برای خواهر یا مادر عزیز ما اینه که با همه حالی هم که هست اینا قرآن عظیم الشان را تلاوت بکنن، بسیار خاطر جمع باشن که الله متعال ان شاء الله اعمال نیک از اینا رو ضایع نمیکنه و ثواب از اینا در نزد الله متعال محفوظه. تلاش بکنن که ان شاء الله بهتر بتونن ادا بکنن. بله، ممنون از شما. یک سوال دیگر داریم، گرچه سوال هم کمه طولانی هست. گفتم که یک شخص 6 تا اولاد داشته، 5 تا دختر و یک پسر، حالا رفته یک خانم دیگر گرفته و یک از این دخترهای خود را علیشونی کرده با بخاطر گرفتن خانم دیگر، و این خانم قبلی خود را میخواهد طلاق بده و دو تا دختر دیگه خود را مثل عروس کرده و مهری اونها را گرفته. حالا این اولاد هایی که مانده، دو دختر و یک پسر که مانده که خردترین پسرشان 16 سال است، اینها با کی میتونن باشن؟ آیا میتونن با مادر خود باشن یا با پدر خود؟ این سوال از این خواهرم تقریبا یعنی یک کتاب داستانه. یعنی چند موضوع در این نهفته هست، چند تا مسئله هست که اینا یک وقت بسیار کامل میخواه. یک موضوع حضانت یا سرپرستی اولاده که طبعا سرپرستی اولاد تحت مشرایط خود طبعا به پدر میرسه، در صورتی که پدر از اینا یقینا که زنده است. طبعا و این اطفال هم که اینا میگن بزرگ شده، خودترین از 16 ساله برای پدر خود میرسه. موضوع دیگه مسئله اصلا طلاق دادنه که امی زن اول از اینا یا خانم اول از اینا چی مشکل داره که این مرد بعد او طلاق بده؟ طلاق دادن از جمله بدترین مباحات در نزد الله متعال مسئله طلاقه. ها
حالا اگر زن دوم گرفته، حالا به هر دلیلی که بوده گرفته، چرا زن اول طلاق بده؟ چرا او بی سرنوشت در واقع رها بکنه؟ مسئله طلاق اینطور مشکلی داره که اگر این فرزندا، یقین کنیم فرزند بدون مادر تربیتی بسیار مشکله. فرزندان با تربیه، فرزندان با اخلاقی که ما میبینیم، این ما با جرأت میتونیم بگیم که نقش مادر در تربیه اولاد بسیار بالاتر از نقش پدره. پدرها درست تلاش میکنند، زحمت میکشند، حق و حقوقی به ذمه فرزندان خود دارند، ولی ببینید در قسمت کارهای فیزیکی یا در قسمت مسئله معاش از اونها، در قسمت مسئله رزق و پوشاک از اونها، اما در قسمت تربیه اولاد مادرها نقش بسیار مهم و اساسی و نقش بسزای در واقع ایفا میکنند. فرزندانی که از مادر محروم میشن متاسفانه بیشترین فرزندانی هستند که متاسفانه به کام یا بد اخلاقی یا مسائل خدای نکرده مسائل زشت اونا دوچار میشه. اما فرزند اگر از پدر گاهی شده که یتیم میمونه ولی مادر دلسوزه، مادر مربی خوبی که اون مادر داشته باشه، مادر متدین داشته باشه، خیلی انسان های نیکی هم شده که بار میان. نمونه از در جامعه ما بسیار زیاده. پس به اساس یعنی خوب نیه که یک مادر در واقع از فرزند از اون جدا بکنه، طلاق سبب میشه تا این جدا بشه. مسئله دیگه ای هست که موضوع علیشونی که در اینجا شما گفتین، خود نکاح علیشونی یا نکاح شغار که در شریعت میگه یا بعضی اون مخی میگن، اصلا هم در شریعت مقدس اسلام جواز نداره. به این اساسی که ما مهریه یک دختر یک انسان قرار میدیم، انسان مال نمیتونه باشه، باید مهریه یک دختر یا یک خانم مهریه از او باید مال باشه. وقتی که ما میایم این دختر دیگر قرار میدیم، این جواز نداره. پس مسئله علیشینی از یعنی یک مشکل داره. از طرف دیگه وقتی که اینای دختر دیگر هم گفتن به نکاح دادن و مهریه جوری میتونه که معلوم میشه خود از اینا گرفتن مهریه رو، هم الحمدلله میفهمن که مهریه یک موضوع شرعی هست، جواز داره، مهریه گرفته میشه، مهریه پاک و حلاله. اما برای کی؟ برای منکوحه، برای همو خانم مهریه حلاله، یا برای همون دختر یا حتی زن بیوه که نکاح میکنه مهریه نموده 100% حق مسلم خود ازونه. پدر یا مادر، فرزند ازی باشه، شوهر ازی باشه، برادر، هیچ کس حق تصرف به مال او نداره، مگر ای که یعنی از رضایت کامل اگر او به کسی او میسپاره یا بخشش میکنه. در غیر از این صورت مهریه هایی که امروز پدرها متاسفانه مهریه دختر خود میخورند، در حالی که او دختر به خانه، او دختر مسلمان حیا داره، او دختر مسلمان روی نمیشه پدر بگه تو مهریه مر بده، و پدر اون میخوره و میفهمه که این دختر به از این یقین بدانه که او در واقع به یک چیز حرام دست داده. پس به این اساسی موضوع بسیار کلان و پیچیده بود. ما به این برادر عزیز خود توصیه ما اینه که تا زمانی که خانم از اینا مشکل خدای نکرده جدی و مشکل حاد ندارن و این خانم آماده ای که با همین شوهر زندگی بکنه، انشاءالله ایر طلاق ندن. حالا خیر که دو همسر دارن، با دو همسری عدالت خود سپری بکنن. الله تبارک و تعالی برای از اینا گشایش و انشاءالله وسعت و رزق همه انشاءالله که آماده خواهد کرد. بله، حالا در مورد اولادها جناب استاد، چون که اولادها هم کلان هستن، حالا اینها مخیر نمیشن که پدر برن یا مادر، یعنی حتما باید با پدر باشه؟ اولادها ببینین موضوع به پدر میرسه، اما بحث ای که این مخیر بشه، این کلان باشه، باز وقتی که کلان شدن اونا خود میتونه با پدرم اگر باشه با مادر خود نیکی داشته باشن. این به این معنی نیه که اگر اولاد خود پدر بود نگه حق مادر ساقط میشه، نه، همون حقی که مادر داره، چی مادر پدر از اینا طلاق داده باشه چی نداده باشه، طبعا به ذمه اولاد داره، اولاد میتونن با اون نیکی بکنن و باید رسیدگی بکنن، صله رحم رو به جا بکنن. اما معنای که اولاد از پدر گرفته بشه به مادر داده بشه، اینطور بحث نیست. بله. سوال دیگری دارین، یک ظاهرا که خواهری باشن، گفتن که پدرشان 3 سال یا درمی محدوده میشه که وفات کرده و گفتن که دلشان میسوزه و احساس خیلی ناراحتی دارن از این قضیه، مشکلی شما جناب استاد برز؟ طبعا الله تبارک و تعالی آرزومندیم که همه اموات ما و شما، اموات امت اسلامی، جنت الفردوس عنایت بکنه. الله تبارک و تعالی به اموات همه ما و شما مغفرت بکنه. کسانی که وفات میکنن چه انسان‌های بسیار نیکی باشن، چه انسان‌های خدای نکرده در رده پایین‌تر باشن، در این شک نیه که اونا به نحو محتاجن به دعای ما و شما، یعنی اونا نیازمند ورثه خود هستند که برای از اونا دعا بکنه. و دعا کردن ورثه، دعا کردن اولاد، استغفار خواستن از الله تبارک و تعالی برای میت، این سبب رفع درجات او میت یا او به اصطلاح مرده میشه.
میتونیم به نحوه انشاءالله توجیه بکنیم که امی خواهر ما یا امی برادر مسلمانم که ما گفتن اینا برای پدر خود دعا بکنن، از الله تبارک و تعالی استغفار طلب بکنن، هر اندازه که پدر از این عالم نیکی هم بوده باشه، آدم اهل صلاحی هم بوده باشه، باز نیازمند الله تبارک و تعالی و آمرزش الهی هست، چون دست از اونا به اصطلاح ما شما از زمین و آسمان آلکنده، اونا نمیتونن حال به داخل قبر استغفار طلب بکنن. پس اولاد میتونه برای از اون طلب استغفار بکنه از الله تبارک و تعالی، کارهای نیکی که اونا توصیه کرده بودن، وصیت های نیکی که داشتن موافق شریعت، وصیت از اونا اجرا بکنن و با دوستان نیکی که داشتن با اونا دوستی بکنن، به حق پدر و مادر و حق رفتگان خود دعا بکنن، ان شاء الله آرامش قلب برای از اینا پیدا خواهد شد ان شاء الله. سوال دیگر دارین؟ بینید پیام فرستادن گفتن که سرفه در نماز، یک شخص در نماز و سرفه میکنه، آیا در نماز کدام خلالی وارد میشه یا خیر؟ نماز یک عبادت بسیار بزرگه، نماز رابطه ما با الله تبارک و تعالی رو محکم میسازه. در نماز در این شک نیه که باید بسیار سکون و آرامش و اطمینان ما داشته باشیم. در نماز از بازی کردن با دست و انگشت و چشم و صورت و امثال اینها با پا و لباس خود باید ما از اینا جدا پرهیز بکنیم. یک از جمله چیزهایی که انمو حالت خشوع و خضوع و فروتنی در نماز ممکن خدای نکرده مختل بکنه، مسئله کخه زدن یا مو سرفه کردنه. گاهی میشه که انمو سرفه به اختیار ما نیه، تا زمانی که توان داریم ما باید سرفه خود مانع بشیم که سرفه نیاید، اما اگر از توان ما بیرونه به نماز ما هیچ تأثیر بده نداره، انشاءالله به کوچکترین حد ممکنه که به توان ما هست، اگر یک سرفه باز دو تا نزنیم، اگر دو سرفه توانی نداریم به سرفه سوم نزنیم، یعنی در حد توان ما اون کنترل بکنیم، آنچه که بیشتر از اونه ممانعت به نماز نداره و نماز ما ناقص نمیکنه. گاهی باز اگر خمیازه میایه به سر نماز، باز میتونیم همون خمیازه یا سرفه دو تا با دست راست خود در دهن خود بگذاریم که این پخش نشه به دیگران، نشه کسی تشویش نکنه که این خمیازه کشید یا عطسه زد یا مثلا کخه زد، مریضی نداشته باشه. شریعت گفته دست راست خود بگذارید، دست راست نمیتونید پشت دست چپ خود بگذارید، یعنی به حد ممکن کوشش بکنید که او منع بشه. در صورتی که نمیشه انشالله به نماز هیچ مشکلی نداره. در قسمت همین سکون و آرامش اگر اجازه باشه یک چیز دیگه یادم اومد، نماز چون محل سکون و آرامش گفتین، حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم به یاد ما آمد، بعضی از دوستان میگن به مسجد دویده کرده میآید، وقتی که میان به مسجد مثلا میبینن امام رفت به رکوع، البته تلاش میکنن میدونن که خود به رکوع برسونه، رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حالت منع میکنن مسلمانان، میفرمایند که شما به نماز وقتی که میریم ندوید، اگر شما به نماز دویده کرده بریم باز به سر نماز نفسک میذارین و حالت شما حالت غیر عدیه، به نماز نمیفهمین چی خوانده. چی خوبه که مسلمان وقتتر از خانه خود حرکت بکنه، امون لحظه ای که مثلا میخواه بده وقتتر حرکت بکنه، الحمدلله ساعت ها هست، نماز ها از خود وقت داره، ولی بالفرض میفهمن وقتی که شما به نماز بیاین با آرامش بیاین، با سکون بیاین، آهسته بیاین، در هر قسمتی که امام شما درک کردین از همون قسمت با امام نماز خود ادامه بدین، آنچه که از شما باقی مونده بعدن خود شما بعد از امام اون تکمیل بکنین. در همه قسمت گاهی بعضی دوستا سوال میکنن که از کجا که انسان به نماز میرسه یک رکعت برای از این محسوب میشه. اگر ما به نماز آمدیم و قبل از رکوع به قیام هر لحظه که آمدیم اون رکعت ما صحیحه، اگر امام به رکوع رفت و ما همراه امام به رکوع رفتیم، یعنی امام مثلا رفت به رکوع خود خم کرد، بعد ما هم با امام رفتیم به رکوع، یعنی با امام حداقل باید یک سبحان ربی العظیم ما در رکوع تکرار کنیم. اگر یک مرتبه گفتیم سبحان ربی العظیم بعد از امام سر خود حرکت کرد، یعنی رکعت ما حساب میشه. گاهی مقتدی تا میره به رکوع امام از رکوع حرکت میکنه، یعنی باز رکوع محسوب نمیشه. اما خوبه ولی که برای ما رکوع محسوب نمیشه، رکعت محسوب نمیشه، حتی اگر امام ما به سجده میبینیم و توان داریم با همون سجده با امام شریک بشیم، درست این سجده الله تبارک و تعالی ضایع نمیکنه و مزد و ثواب او برای ما میده. پس در نماز، در مسجد، در حد توان باید که آرامش و سکون مراعات بکنیم. در مسجد از صحبت های زیادی که مردم متاسفانه بعد در مسجد صحبت میکنن، صحبت های دنیا میزنن، صحبت هایی که در اون فایده نیه باید اجتناب بکنین، احترام مسجد رو مد نظر داشته باشیم. سوال آخر داریم جناب استاد، پرسیده شده که شک در وضو
و همچنان در تعداد رکعات نماز و بعضا انسان مشکوک میشه که آیا بیوزو شدم یا خیر، یا بعضا مشکوک میشه که دو رکعت خواندم یا سه رکعت خواندم، این مسئله چگونه حل بکنم؟ سوال بسیار زیبایی کردیم و مردم به این دوچار هستن. شک در وجود دو حالت داره. یک حالت اینه که کس یقین داره که من وضو داشتم، مثلا نماز پیشین رو خونده، وضو داشته، حالا ساعت 3 بجه 4 بجه به نماز عصر به شک میفته که آیا وضو من شکسته یا نشکسته. به این که وضو داشته یقین داره، اما به این که وضو من بشکسته یا نه این شک داره. از نظر شرعی اگر وضو نگیره وضو از این درسته، چون به وضو خود یقین داشته، به شکستن از شک یقین بر شک ترجیح داره. درست. پس یعنی وضو داره، اما اگر وضو بگیره برای از او آماده باشه بهتره. یک شک که دیگه این هست که مثلا شخص به یاد از اونه یقین داره که رفته مثلا به دستشویی وضو شکسته، بعدا شک میکنه که آیا همون لحظه که ما رفتم مثلا به وقتی که دست و صورت خوش شستم وضو گرفتم یا نه، رفتم به سر جوی آبی بود وضو گرفتم یا نه، در وضو گرفتن خود شک داره، به وضو نداشتن خود یقین داره. در این حالت پس این وضو نداره و یقینا باید وضو بگیره. این دو حالت از هم متفاوت. در قسمت تعداد رکعات اگر شک میکنه، اگر این شک به یک مرتبه بریزی پیش آمده به این معنی که قطعا دیگه شک نمیکرد و این نادرتا به این پیدا شده، خب این دیگه حالتی داره. اما اگر این شک همیشه بریزی پیش میشه، اولا ما باید مراحل داره که وضو خود اگر ما کامل بگیریم شک ما در نماز کم میشه، اگر ما وقتی که نماز میخوانیم متوجه آیات که میخوانیم باشیم شک ما در نماز کم میشه، اگر ما وقتی که نماز میخوانیم متوجه ای باشیم که پل صراطیه، متوجه باشیم که قیامتیه، متوجه باشیم حساب و کتابیه، بهشتیه، دوزخیه، ما در مقابل الله متعال ایستاده، ما با الله صحبت میکنیم، الله با ما صحبت میکنه، شک ما کم میشه چون متوجه به نماز خود میشیم. اگر ما وقتی که نماز میخوانیم کار نیمکاره نداشته باشیم متوجه نماز خود بیشتر میشن. اینا مواردی که بعد ما آمادگی داشتیم. اما اگر شک کردیم با همه این حالات شک آماد به اغلب گمان خود، یعنی بالفرض اگر به ذهن ازی هست که من سر رکعت خوندم، مثلا 80% به این فکر که سر رکعت خوندم، 20% به این فکر میشه که من 4 رکعت خوندم، پس بنمی سر رکعت رو قبول کنه و 1 رکعت دیگه به این اضافه کنه تا اینکه 4 رکعت ازی تکمیل بشه. اما اگر 70-80% به این فکر بود که من 4 رکعت خوندم، 20% یا 30% به این فکر شد که من 3 رکعت خوندم، علی من 4 رکعت است، یعنی به گمان اغلبیت خود بگو عمل بکنه و نماز ازی درسته. اگر مرتبه اول بود که همیتر صحبه بری ازی پیش شد و هیچ کدام ترجیح ندش بری ازی، میتونه در جا بشینه بالاخره به قعده و این نماز رو سلام بده، به این دیگه بنا نکنه، یا اگرم بنا میکنه چون گمان غالب نداره نمیتونه این نماز خود ادامه بده، این نماز مجدداً از سر بخونه. بسیار تشکر جناب استاد که در برنامه امروز تشریف آوردین و به تعدادی از سوالات بینندگان عزیز ما پاسخ دادین. سلامت باشین. تشکر از شما و همکاران شما و همه کسانی که سوال کردن، بیننده ها و شنونده های عزیز. ممنون از شما. و تشکر و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه امروزی ما را همراهی کردین. به امید از اینکه شما دوستانی که سوال فرستاده بودین پاسخ خود را گرفته باشین، و اگر کدام سوال شرعی دارین میشه از طریق راه‌های ارتباطی برنامه که در جریان برنامه زیرنویس از صفحات تلویزیون شما شد سوالات خود به ما بفرستین. تا برنامه بعدی آیین زندگی، خدا من یار و نگهدارتان.